همکارانم سمیرا قرائی از واشنگتن و علی کاظمی از مسکو با ما هستند. سمیرا، ابتدا توضیح میدی بیانیه ناتو چه نکات برجسته‌ای داشته و چه واکنش‌هایی را به همراه داشته؟ در این بین آیا دیپلمات‌های اروپایی راجع به وضعیت بایدن ابراز نظری کردند؟ سیما، بیانیه اعضای ناتو روز گذشته همزمان با سخنرانی آقای استولتنبرگ دبیرکل ناتو منتشر شد. بیانیه بسیار مفصلی هست، زبان بسیار فصیح و کوبنده ای داره. نکته درخور توجهش این هست که قویاً برای اولین بار چین رو به شدت محکوم کردند از به خاطر حمایت تسلیحاتی از روسیه و جمله ای که آمده، صفتی که به چین نسبت داده شده، یک توانمند کننده قطعی نامیدن چین رو، یعنی توانمند میکنه کشور روسیه رو در اینکه بتونه تسلیحاتی رو در اختیار بگیره که با اونها به اوکراین حمله بکنه. چین هم واکنش سفت و سختی نشون داده. واکنشش این بوده که ناتو نباید به این قیل و قال ضد چین دامن بزنه، باید تمام بکنند. واکنشی است که دقایق پیش ما از سمت چین داشتیم. به جز اون سه بار نام ایران در این بیانیه آمده. جایی گفته شده که فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی سبب میشه که صلح و ثبات در کشورهای عضو ناتو برهم بخوره. جای دیگر به کمک‌هایی که جمهوری اسلامی مشخص در کنار کره شمالی به روسیه میکنه، اونها مورد اشاره قرار گرفته و اینکه اگر جمهوری اسلامی موشک بالیستیک در اختیار روسیه قرار بده، این یک افزایش تنش جدی خواهد بود و کشورهای عضو ناتو بهش واکنش نشون خواهند داد. اما اگر نگاه بکنیم صحبتهایی که آقای بورل رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا انجام داده، به کره شمالی و چین اشاره کرده، به رغم سفری که به چین داشت، استقبال گرمی که آقای شی جین پینگ از آقای بورل کرده بود، به چین تاخته، به کره شمالی تاخته، اما در صحبت‌های آقای بورل نامی از ایران برده نشده. امروز روز آخر نشست است. قرار هست که حدود 7 ساعت دیگه آقای بایدن در یک کنفرانس خبری انفرادی شرکت بکنه. چشم ما متوجه او هست. چند روزی هست که صحبت این کنفرانس خبری میشه. متنی روی در اختیار او نیست که روخوانی بکنه. باید مستقیم و به شکل فی‌البداهه خبرنگاران رو مخاطب قرار بده. بسیار مرکز توجه هست و خود وضعیت سلامت بایدن هم اینجا به شکل غیر رسمی بسیار محل بحث بوده. هیچ کدام از سران کشورهای عضو ناتو به شکل مستقیم و رسمی راجع به انتخابات ایالات متحده صحبتی نکردند، به جز آقای زلنسکی که سه شنبه شب راجع به انتخابات نوامبر صحبت کرد. کسی مستقیم صحبت نکرده، با وجودی که تمامی سوالات خبرنگاران برمیگشت به وضعیت سلامت بایدن. اما به شکل غیر رسمی ابراز نگرانی کردن، گفتن مثل یک دلپیچه است که دارند. نگاه بکنیم، آقای بایدن معتقده که 75 سال ائتلاف مستحکم ناتو هست، بزرگترین ائتلاف دفاعی جهان هست. این موضع آقای بایدن. موضع آقای ترامپ رو نگاه بکنیم، چند روز پیش گفته که اصلا قبل از اینکه رئیس جمهور بشه هیچ چیز راجع به ناتو نمیدونسته. نقل قول مستقیم، در عرض 2 دقیقه یاد گرفته که ناتو چه است و اولین چیزی که متوجه شده اینه که بعضی از کشورهای عضو ناتو پول کافی رو نمیدن. دو موضع بسیار متفاوت هست و کشورهای عضو ناتو نگران هستند که سرنوشتشون چه خواهد شد. جای ایالات متحده در این ائتلاف بعد از انتخابات نوامبر کجا خواهد بود؟ علی، ممکنه در مورد واکنش‌ها در روسیه هم به بیانیه ناتو بیشتر توضیح بدی؟ بله، بعد از همونچون که سمیران بهش اشاره کرد، بیانیه‌ای که چندین بخش داره، بخصوص در مورد روسیه و همکاری روسیه با کشورهای مثل چین و جمهوری اسلامی و کره شمالی. کاخ کرملین هم بیانیه داده در این باره و در جواب تندی که در بیانیه تند ناتو آمده، برعکسی که ناتو روسیه را تهدید برای کشورهای ناتو میدانه، روسیه گفته که ناتو تهدیدی است برای امنیت روسیه و پیشروی ناتو به سمت روسیه ای تهدید بالا میبره. از سوی دیگر گفته که ناتو مستقیما با روسیه وارد جنگ شده در اوکراین به خاطر کمک های نظامی و همچنان حمایتی که از اوکراین میکنه و این نشان دهنده ای است که ناتو مستقیما وارد جنگ در روسیه شده. بیانیه که کاخ کرملین هم داده، بخشای مختلفی داده و گفته که این بیانیه نشان میده که مخالفین روسیه در
کشورهای غربی اتحادیه اروپا و آمریکا خواهان صلح در اوکراین نیستند و همچنان که در صحبت‌های قبلیشون هم اشاره می‌کردند، گفتند که کشورهای غربی و ناتو و آمریکاست که دارن با ارسال تجهیزات خودشان آتش جنگ در اوکراین گرمتر میکنه. از سوی دیگر گفته که مسکو آماده تمام موضوعات به خصوص پیشنهاد صلحی که داده هست تا بتونه که یک کلی برای قاره اروپا فکر بکنه. از سوی دیگر گفته زیر ساختای نظامی روسیه است که داره کم کم در نقاط مختلف نزدیک میشه به مرزهای روسیه و این میتونه که تهدید جدی باشه برای روسیه. باید اشاره بکنیم به زمانی که آقای پوتین فرمان عملیات نظامی ویژه در اوکراین صادر کرد، مستقیما اشاره کرد به این نکته که ناتو داره به سمت روسیه حرکت میکنه و باید جلوی گرفته شود و همچنان کمک برای مردم روستبار در اوکراین چنین فرمانی را امضا کرد. ممنون از هر دوی شما، سمیرا قرایی از واشنگتن و علی کاظمی که از مسکو با من بودین.